توی این ویدیو قراره راجع به لباس‌های چند میلیاردی و یکی از لباس‌های فلاح که مشخص نیست چه سرنوشتی داشته باهاتون صحبت کنم. همراه من باشید. سلام و درود خدمت همه شما دوستان عزیز، امیدوارم که خوب و خوش بوده باشید. در این ویدیو قراره به یکی دیگه از موزه‌های موجود در مجموعه کاخ سعدآباد بریم. اگر ویدیوهای منو دنبال کرده باشید میدونید که توی قسمت قبل، یعنی ویدیو قبل، راجع به موزه خودروهای سلطنتی موجود در کاخ سعدآباد صحبت کردیم که لینکش رو براتون قرار میدم. اگر دوست داشتید میتونید اون ویدیو رو هم ببینید. اما در این ویدیو قراره به موزه لباس‌های سلطنتی سری بزنیم. لباس‌هایی که داخل این موزه هست، خیلی‌هاشون از برندهای مشهور جهان هستن. اما داخل موزه 3 تا لباس هست که به نظر من مهمتر و فراتر از بقیه هستن و حتما راجع به اونا باهاتون صحبت خواهم کرد. خب از محوطه رسیدیم به ساختمان اصلی موزه لباس‌های سلطنتی. بریم که با هم ساختمان رو یه نگاهی بندازیم و بعد از اون بریم داخل. همونطور که ملاحظه میکنید نمای اصلی ساختمون به این سمته که خب خیلی در دیدرس نیست. پس همیشه بهتون توصیه میکنم کمی کنجکاو باشید و دور ساختمون یه دور کوچیکی بزنید، چون ممکنه نمای اصلی رو از دست بدید. در طبقه اول بیشتر لباس‌های دوره قاجار موجود هست و یک سری از لباس‌های سنتی اقوام ایرانی. و اما در طبقه دوم که موزه مختص لباس‌های دوره پهلوی هست. لباس‌هایی که داخل این اتاق می‌بینید تقریباً همه‌شون از برندهای بسیار معروف و گران قیمت اروپایی هستند.
مثلا این لباس که ملاحظه می کنید لباس مادر شاه در دومین عروسی پسرش بوده که از برند کریستیان دیور هست. در این قسمت از موزه تعدادی از لباس‌های شهبانو فرح دیبا رو خواهید دید. میشه گفت مهمترین لباسی که میتونید داخل این موزه ببینید لباس عروس فرح دیبا هستش که توسط شخص ایو سن لوران از برند کریستیان دیور طراحی و تولید شده. قیمت این لباس 1,000,000 فرانک بوده که به عبارتی به حساب کتاب امروزی ما میشه حدود 56 میلیارد تومان، که البته باید این 56 میلیارد تومان رو در سال 1338 در نظر بگیرید. مبلغ عجیب و باور نکردنیه. از مبلغ که بگذریم بهتره که بریم و چند تا از عکس ها و قسمتی از ویدیو عروسی شاه و ملکه رو با هم ببینیم. یکی از لباس‌هایی که توقع داشتم و دوست داشتم که داخل این موزه ببینم لباسی بود که فرح دیبا در زمان تاجگذاریش پوشیده بود، اما متاسفانه متوجه شدم که اون لباس داخل این موزه نگهداری نمیشه و در موزه جواهرات قرار داره. این لباس توسط شخص مارک بوهوم از برند کریستیان دیور طراحی و تولید شده. جنس لباس از مخمل سبز رنگ اعلاست که با جواهراتی مثل یاقوت و الماس و طلا مزین شده و دنباله چند متری داره. هر دو اتفاق مهم زندگی شاه و فرح، یعنی مراسم ازدواجشون و مراسم تاجگذاریشون، هر دو در کاخ گلستان انجام شده. کاخ گلستان در دوره قاجار ساخته شده، اما اونقدر این کاخ مجلل و تشریفاتی هست که دولت پهلوی هم برای مراسمات مهمشون از این کاخ استفاده می کردن. یک ویدیو کامل از کاخ گلستان براتون قرار دادم که لینکش رو میذارم. اگر دوست داشتید میتونید اون ویدیو رو هم تماشا بکنید.
و اما می رسیم به جنجالی ترین لباس. لباسی که فرح در زمان ملاقات با رئیس جمهور وقت آمریکا ریچارد نیکسون پوشیده بود. داستان از اونجا شروع شد که یکی از شرکت‌های بزرگ حراجی آلمان به نام هرمان هیستوریکا مدعی شد که لباسی از فرح پهلوی رو به حراج می‌گذاره. این لباس با مبلغ پایه 8800 دلار برای حراج گذاشته شد که در نهایت به مبلغ 40000 دلار فروخته شد. این مؤسسه مدعی شد که این لباس توسط برندهای فرانسوی و در فرانسه طراحی و تولید شده، حالی که فرح این ادعا رو رد کرد. پس از بازرسی که توسط خود فرح انجام شده، مشخص شده که سوزندوزی‌ها کار اصیل ایرانی هستند، اما پارچه با پارچه‌ای که لباس فرح داشته متفاوت بوده. فرح مدعی شده که این لباس رو تنها یک بار به تن کرده و پس از اون لباس رو به دختر اروپایی که بسیار به اون علاقه‌مند بوده به عنوان لباس عروسی هدیه داده. و پس از این ماجرا به کیوان خسروی این لباس رو برای خودش دوباره سفارش داده. بنابراین از ادعاها و صحبتهایی که وجود داره میشه متوجه شد که لباسی که به حراج گذاشته شده در واقع لباسی هست که فرح پهلوی به دختر اروپایی هدیه داده. همراهان همیشگی، متشکرم که در این ویدیو هم همراه من بودید. امیدوارم که لذت برده باشید. طبق معمول حمایت از من رو با لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید. و خوشحال میشم اگر پیشنهاد و یا انتقادی دارید رو در کامنت ها بشنوم.